بینندگان عزیز سلام، من امروز آمدم در قریه پاتو، میخوام برم در مرکز پاتو در مورد وضعیت عمومی پاتو با مردم صحبت کنم. شما دعوت میکنم ما را همراهی کنید. در این سفر پاتو آقای مهدی احمدی هم همراه ما است. آقای احمدی، مهدی احمدی تازه چند روز میشه که به جاغوری آمده. از ایشان پرسان میکنم که چطور است وضعیت جاغوری؟ جاغوری را در این سفر چگونه یافتی؟ احمدی، مهربانی. خب، خوش تانب شمی. اول ما سلام تقدیم نام، بعد از سلام ولی جاغوری را این دفعه ما، البته ما این دفعه زیادتر بخشی کاری ضروری که داشتم آمادم دیگه، زیاد بخشی چکری نان آمادم. شرایط نسبت به پارسال فرق کده، مثلا آدم میبینه که مردم از نگاه اقتصادی نسبت به پارسال در نظرم ضعیف‌تر شده، دیگه مواد خوراکی و اینا قیمت شده. پارسال از پرار سال که متاسفانه بدتر بود به خاطر از جنگ، و امسال که به خاطر از ویروس هیچ چیز دیگه واقعا وضعیت زیاد خوب نیست. دیگه بازم زادگاه آدمه، آدم که مایه خلاصه مو خاک و مو خکچنگ اینجی آدم در هیچ جایی نمیده. ما خیلی خوشیم و یک خوشی از ما زیادتر از این است که مثلا ما خودیم که بیرون از جاغوری بودیم، بیرون از افغانستان، خیلی نگران از کرونا بودیم. نه که واقعا میگفتم واقعا در دیگه جای آدم سهل نگرانه دیگه، اونجا با او امکانات چی با او تدابیری که داره. باز ما گفتم جاغوری واقعا خیلی شاید از این نگاه صدمه بینگرنه، ولی یالی کم دم خدا را شکر، خدا را شکر نمفهمم به چی دلیله. شاید مردم نوبت خیرتر شد یا او قدر جدی نبوده. خدا را شکر زیاد مردم نگران نیسته و با وجودی که او قدر قرنطین و اجتماع رعایت نمشه، اینمی چیز های جای خوشیه که مردم جان جور داشت لخره همه چیز اوکی میشه نمشه. آمتره دوره چکرا دهی روزه سفرها سفرا ولی خوبه. فقط یک چیز دیگه هم که اینجی کمک بخشید ما سخته، اونجی که موست یخ اینجی خیلی گرمه، نه مثلا داخل موتر. سال اول مثلا که ناتالیا کم داد اینجی که میگفت گرمه، ما گفت اینجی گرم کجای ها؟ باز آدم کنج مره اونجا داد، نه اینجی که مایه اگه نه گرمی اینجی بخشید شما شاید اینجا عادی باشه، ولی بخشید ما مثلا ما داخل موتر که میشیم خیلی عرق نوم، خیلی خلاصه چی میشو گرم مییم. اینال برای شما عادیه چون اینجی دیر منده، اینال ما شاید یک سه ماه دیگه اینجی بشیم برای ما مادی میشه. ولی واقعا جاغوری در کل هر کس زادگاهش، اینال ما چون از جاغوری پیدا شدم من تولد شدم، جاغوری خیلی خوشی میاد، ولی هر کس همو زادگاهش به نظرم برایش خیلی خیلی مهم است. خلاصه اونجی که بره دیگه هیچ جای را به او جای نمیده، ما همون رقمیم دیگه. جاغوری که من خیلی خوشحال میشم، ما همون تازه و سری حال و دیگه سادی آف بجین تازه هم گفتم نه تا ساعت 3 بجه ایم شو 600 هم از سادی آف بجه ترق مار بیدار نه، ما گفتم ما را سادی آف بجه بیدار نه که تزی پاس، اگه نه در اونجی که بود او قدر آدم تنبل بودم که سادی دا بجه از خواب بال شد. تشکر دیگه. امروز هم مریم رسیون در چی پاتو یکی از البته از قریه کلانتره دیگه، یک منطقه نه چند قریه کوچیک داخل چه در سطح جاغوری از چند نگاه پیشگاه ما، از جمله از نگاه معارف دیگه، از نگاه کارهای عامل منفعه مثل پول و پولچک و سرک. یعنی سرک خو این پول و مثلا پولچک و این بند آب خو امسال شروع شده، ولی ما زمانای سابق هم میشنویدیم که میگفت رای پاتو بهترین رای مردم که موتر داشت موه نداشتی، ولی دیگرو که داشت میگفت در پاتو که بری و حیدر میگفت بهترین چی را داره، بهترین راه ها را داره. باز از نگاه معارف هم بسیار واقعا پیش قدم در جاغوری، ماهنامه داشت، ماهنامه پاتو تقریبا 15 سال فعالیت کرد دیگه، انجمن دانشجویان پاتو در کابل دیگه در هر کار واقعا پیش است دیگه. گفتم امروز گفتم خلاصه امروز باید بریم دیدن از این مردم. ما در کنار یکی از دکاندارانی بازار پاتو هستم، در آغاز میخوایم او برای ما خود معرفی بکنه. تشکر از شما برادر عزیز که در یک منطقه دور افتاده ای که در ساحه جاغوری قرار داریم به عبارت از ساحه پاتو باشه شما تشریف آوردین، شما قابل قدر است، تشکر منیم. ما یکی از دکاندارای پاتو هستیم به نام حاجی محسنی که چند سال میشن در می بازار پاتو وظیفه دکانداری داریم در اینجا دیگه، بعد سالا خونه تقریبا 10 سال 12 سال میشه یا 15 سال میشه که ما در می بازار پاتو مصروف. قرنطین چقدر تاثیرات روی خرید و فروش در بازار پاتو آورده؟ ما به نظر میترم که نه تنها مسئله قرنطین در بازار پاتو تاثیر گذار باشه، بلکه در کل نقاط کشور افغانستان تاثیر گذار. دو جهت داره از نظر خود از ما. یک جهت اولش میسته که کل مردم افغانستان دیگه بخوای نخوای در خانه یک نفر دو نفر یا در دو خانه یک نفر مسافر دارن که او در پاکستان ایران کارمند کارگر و اون کاری
دیگری در پاکستان ایران تقریبا خوابیده و به خصوص در کشور ایران که تومن ایران تقریبا در زیر نقطه صفر رسیده و کسایی که در اونجا کارمند دست کارگر هسته و عواید روزمره و هیچ چیز جور نمیشن. در سالهای گذشته مثلا 4 سال پیش یا 5 سال پیش مردم کارمند بوده اونجا ماهانه هم عواید خود بخش انو فامیلای خود اینجا انتقال میده و عواید بسیار خوب بود. اینا لیده این مدتی که تحریم سر ایران گذاشته شده و مسئله قرنطینه هم دوباره روی کار آمدن دیگه کارمندایی که در ایران هستن یا در پاکستان هستن عواید دستمزد ندارن. نداشته باشه او تاثیرگذار سر تمام کشور افغانستان به خصوص منطقه آجی صاحب در قسمت مالیه و خود کرایه دکان در خود بازار پاتو به صورت عموم کرایه پرداخت میکنه نمیکنه؟ در قسمت خود مالیه حکومت شما در ایام قرنطین مالیه گرفته نگرفته؟ در حال که رحم قردین شما گفتین که وضعیت کار خوب نیست، کار بخی خوابیده، در کل چه رقم است؟ از شما مالیه میگیره حکومت؟ دکاندار صاحبای دکاندارا در کل عموم کرایه میگیره نمیگیره؟ چه رقم عواید مالیاتی ای خود تقریبا این مال ما یک کاغذی جواز که بر از ما دادن اونمور ما خو سالیانه مبریم در اونجا ما عواید مصرف مالیاتی را به اونج تحویل میدیم. دفتر مالیات در مرکز سنگ موشه. باز از جمله نه تنها اینه که مالیات کم شده باشه بلکه روز به روز اضافه شده مون. دیگه شخصا ما خودم هم همی سال گذشته این سال خطانوز نمدن و مون مالیات پرداخت نگده. سال گذشته ما همون مالی از این که دو ماسه ما مون در تعویق افتاد کارای ما. اینم اینجا ما دمی که شما تشریف دارین نمی دکان ما. باز از جمله ما اینمی روبروی همی دکان از ما کس گدام است. دیگه ما در گودام جنس که فروخته بودیم هم در گودام تحویل میدادیم. ما گفتی دو دکان حساب، دو دکان مالیات بدی. باز ما گفتیم ایش خوب او گودام است یعنی شکست دکانه. گفت نه، یعنی میگه که تو از هر دکانی که فروش منی و مالیات هر دویش را باید پرداخت کنی. با سر از امو مو یک قدم زو مامور مالیه یک ذره جر بحث هم کردیم. ما گفتیم در کل نقاط افغانستان میتره اینال در ولایت غزنی که موری یک دکان دو گودام داره، سه گودام داره و از گودام خو مالیات نمی ده، فقط همزو دکانی که روزمره فروش منن اونمزو اینجا مالیات میده. گفت نه تو دو دکان. باز ما دو دکان را ندادیم، اینم یک دکانی که جواز داشتیم دادیم، دیگهش که در کاغذ ما در پارچی نوشته منه بخشتالی آینده دوباره شو از گودام هم باید بیده. باز یک ذره جر بحث هم کدیم. نه تنها اینه که مشکلات مردم در نظر بگیرن، نه تنها اینه که عواید مردم در نظر گرفته شنن، عواید مردم در نظر نمیگیرن. باز یک ذره بی‌انصافی هستن. دولت هم مویره خو شدید قازمند از این استم که مشکلات مردم و عواید مردم را در نظر گرفته مالیات را باید بررسی کنه، جمع‌آوری کنه که او متاسفانه او کار نمیشن. دیگه ما پارسال هم اونمور جربه زیاد کردیم. ما گفتم اینمی یک ذره به انصافی است، مالیات نه تنها این که سال به سال زیاد میشه. گفتم این چطور زیاد شدن این مالیات؟ بود ما این خو انصافانه ما مالیات سابقه را 200 تا 500 سر سو اضافه کرده تا دیگه جای 4000 5000 10000 اضافه شد. در قبال مالیه خدمات چه رقم خدمات ارائه میشن؟ مامور مالیه پارسال یک ذره جربه بحثم کردیم و گفتیم این که 10 سال 15 سال تو همه عواید مردم را جمع کرده از مالیات مبری امی که خدمتی که بخشه از بازار کرده باشی کدام است؟ این بازار دشویی ندارن، امال دشویش همین مسجدی که در نزدیک هستن مردم از او استفاده منه. دیگه کدام چایی که دو دنه چا سه دنه چا در نقطه بازار تقریبا 5 متر 4 متر 6 متر کار شده، دیگه اونمو که متاسفانه کار نشده و مردم هم عواید ندارن که ندارن اون متر ناکارا مانده، دیگه مردم استفاده هم نتونسته. دیگه ما اونمو رو جر بحث هم کردیم. ما گفتیم اگر کدام خدمت بخشازی بازار کردین شما از طریق شاروالی یا دیگه امور نشو بدی بخشازی مردم که نکده باشین خوب با زمین که انصافانه باید مالیات جمع کنید، نه به انصاف باشه. دیگه جر بحث هم زیاد کردیم، هیچ خدمت نکردن بخشازی مردم. اینه که یک نمونه ای که بخشی از مردم نشان بده که در گوشه از بازار خدمت کرده باشه نکرده. وضعیت کار در بازار پاتو؟ کاروبار خو مثل سابق نیست. سالای قدیم خوب بود، امسال قرنطینه، دیگه سودا قیمت ده، مردم هم مش خرابه، دیگه اوت سوداگری نیست. با به اسم حاجی عبدالرزاق باشنده و کرانشینی یک دکاندار پاتو، یعنی منجی واقعا امسال وضعیت کار بسیار خراب است که یک تل موتور مو خیلی روزا هست که ایرانی دیگه
از طرف از شاروالی که میان از مور بسیار در مزرعه خیلی در زیقی قرار میدن که باید شما مالیه بدید و بازی شما را دیگریش میان ایش مگه ما از طرف شاروالیم دیگه مگه از طرف مالیه ایم اینی تر گپای و برادر تو چیز کار کده خودی جان از ما یعنی برادر که همسایی نزدیکترین مسته این می گپارم رایشی تقریبا جدی مطرح کدوم که کسی که مالیه میگرن یا از طریق شاروالی من خب باید یک خدمات یک نظافت کاری و یک کاری اینجا آباد نظافت کان پشت دکان ترام باید داشته باشه یک دشویه جور کنن دیگه کارها داشته باشه یعنی می گپارا خیلی کم کم کسا اگر بگن اونمو حرفا از موم صاحب شنیده نشتن ما خودی جانم تا حالا ما را حاضر نت نستن که ما مالیه بدیم ما مالیه میدیم به شرطی که شما در مقابل مالیه دهی از ما باید اینجا خدمات یک عکس العمل یک نظافت باید انجام بده این طرف مالیه طلب و شاروالی اما دیم سال در قسمت کارها که واقعا بسیار خراب است موین منج کرانشین است گفتم که قیمت تیل موتور خانه من بخیدم سر قول بخیدم تیل موتور خیلی روزا است مو ایران مو رسد که این خرچ رام که از مو میخواه در قسمت مالیه شما مالیه تا اونس پرداخت کردین در قرنطین یا نه مالیه پرداخت کردن من در مقابلش باید اینجا باید خدمت کنه نه در قسمت پاکسازی و پاکاری خود بازار شما بودجه را از جیب شخصی خود پرداخت میکنید جیب شخصی خود پرداخت نی یک قران بخیز مو قسم ده نه یک قران این همی دکاندار از تک تک پرسان کو کی هم نه یک قران داده در پی داده 100000 پی داده این بازار باید نظافت کاری هیچ کس ما در عموم در تمام بازار کس تا اونس کرا چی مالیه پرداخت نکردن یا نه مالیه پرداخت کردن صاحب خیلی کسا هستن که بخشش زیرن در کتاب نامش در بخشش کاغذ زدن کارت داره در قسمت خرید و فروش اگه بیایم چطور است وضعیت کاروبار جنس ها قیمت شده یا نه پایین آمده در قسمت خرید و فروش برادر من امسال جنس دو برابر شده بازمور که موری میخری میری دمو قیمت سابقه مشتری گویا طلب منن اگر قیمت سابقه داری خیلی خوب نداده یک دموره وضعیت کار بسیار خیلی دیگه خراب است یعنی میال موز های محترم دمی خرج خواب باوک ایران است در اخیر خواست شما از حکومت محلی جاغوری چه؟ بلا حکومت محلی جاغوری که واقعا اگر گیلایه مودشته باشی هم شاید شنیده شوه یا نشنیده شوه که مو بسیار توقع انتظار داره که باید برای از هم بیکارا و کسایی که قرضدار هستن ما خودی جان منم این جنه دهی همسایه معلومه خدا شاییده که قرضدار هستن منم این می دکان در قرض مجبوری هم ده منم اینجا اختشتیم ماندیم دیگه قرضداریم تقریبا یک لگفتانی این مال ما قرضدار هستم که در روز ما دخلی 500-600 رو ندارم او چقدر شی سود داشته باشد که ما از او فایده به متأهل هستم در فامیل چند نفر زندگی میکنین چند نفر هستین بین خانوادگی از ما 7 نفر هستیم بچه های ما کلیش محصیل هستن که بر از اونا باید ما خرج کافی به واج روز باید برسن یه خرجی هست که در طول سال یه مرضی هست که یعنی دیروز هم دکتر رفتم بینیت مشکلات های دیگه در قسمت شفاخانه و خدمات صحی چگونه اینجا خدمات صحی وجود داره شفاخانه و خدمات صحی که خوبه دیگه خود من یک از نماینده طرف دنگی به حساب سرقل هستم که خدمات صحی نقش داریم که در ما دو دفعه مو جلسه کنفرانس نمیاد یا ماموریت نیست حد نمیاد و یه حکومت هم دیگه مو کم آزرده است واقعا از ما حکومتی هست که از مردم مطالبه همونه نه که میگم زردیست مردم رو براده زردیست چی باشد که بگه یعنی بگره دیست چی بگره و قرضداره ساعت فقیر دیگه یعنی تا گپا است دیگه حالا خدا کنه که حرف از مو شنیده شم برای حمایت از ما چینل یوتیوب را سابسکرایب نمایید این بود برنامه امروز تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان می‌سپارم.